این شکل کتاب تونه. ببین فشار تراوشی هول میداد، فشار خون، فشار اسموزی برمیگردون. ناکنید اینجا فشار اسموزی تو انتهای سرخ رگی سیاه رگی برابره تقریبا. اینجا سیاه رگه، اینجا چی؟ سرخ رگه. این فشار خونه سرخ رگه، بخش فشار اسموزیه. اینجا فشار اسموزی سرخ رگه، فشار اسموزی سرخ رگه، این بر فشار اسموزی سیاه رگ. این فشار خونه که افت میکنه، این فشار خونه افت میکنه. به این هرچی به دو انتها نزدیک تر میشیم، اختلاف فشار اسموزی و فشار خون چیه؟ بیشتر میشه. هرچی به وسط مویرگ نزدیک تر بشم، اختلاف فشار اینا کمتر میشه. یعنی وسط تقریبا به هم برابره. اینجا هرچی به وسط میگیرن سرعت تبادل مواد کمتر میشه، چون اختلاف اینا کمتر شده. جواب یک میشه، جواب یک شد. خب صفحه بعد، صفحه بعد، صفحه 118، صفحه 118. گردش خون دستگاه گوارش، گردش خون دستگاه گوارش یکی از بدسپاسی‌های خیلی مهمه. خب قبل از که گردش خون به گردش خون گوارش رو بگیم، کسی تا اینجا از درس من اشکال داره بیاد رو خط. سلام استاد. سلام، بفرمایید. وقتتون بخیر. سلام. من یه سوالی داشتم راجع به این که شما توی موقع درس دادنتون توضیح دادین، گفتین فشار اسموزی که توی رگ‌هاست به علت پروتئینه. بله، نگفتم فقط پروتئین، گفتیم که یکی از مهمترین نقش‌های آلبومین فشار اسموزیه. علاوه بر آلبومین چیز دیگه هم در تنظیم فشار اسموزی نقش دارن. بله، من سوالم الان این بود، توی سمت سرخ‌رگی خب پلاسما زیاده، آبم زیاده، پس چطور فشار اسموزی همچنان ثابته؟ ما این کتاب چون صاف کشیده تقریبا ثابته، چون پروتئین درشت خیلی رد نمیشن. این واقعیت شما همینو یاد بگیرید. باشه. بله استاد، من اینو متوجه شدم که پروتئین ها چون درشت هستن نمیتونن رد نمیشن تقریبا. ببین اینجا فشار اسموزی تقریبا ثابته در طول مورد. این افت شدید فشار خونه که افت شدید فشار خون، مثلا اگه اینجا فشار خون شما فرزن عددات درست نیست ها، اگه فرزن 40 اینجا 10، این افت فشار خونه که باعث میشه که نه. ولی شما افت مثلا فشار اسموزی زیاد تغییر آنچنانی نداره. این افت فشار خونه که که این آبی که توی آب یا همون پلاسمایی که شما توضیح دادین توی سمت سرخ‌رگی توی تغییر این فشار اسموزیش تأثیری نداره؟ یعنی گفتم تأثیر داره ولی خیلی کم، ولی به هر حال املاح هم رد میشه. املاح هم خیلی کمه. خیلی ممنون استاد. ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم. کجایی هستی خانم دکتر تو؟ من کرج. کرج فارغ التحصیلی؟ بله. تا اینجا درس خوب یاد گرفتی یا نه؟ بله یاد گرفتم، فقط استاد من یه سوالای خیلی ریزی برام پیش میاد، یه مقدار وسواس مطالعاتی دارم حس میکنم. شما به این یک چیز بهت بگم، اگه جزوه رو درست بخونی، چون سوالی خارج از جزوه نمیاد، نگران نباید باشی. متوجه شدی؟ ما کل مطالبی قراره به شما بگیم تو جزوهتون هست، سر کلاس دوباره اضافه میکنیم، جا میندازیم براتون. فقط دچار این وسواس نشو که این سری سوالای هست که همه چی میدونی. من مشکلم اینه که یه چیزی رو که میخوام یاد بگیرم باید علتش رو بدونم، همین اذیتم میکنه. یعنی هی فکر میکنم که خب الان اینجا آب زیاده چطور فشار اسموزی ثابته، همین یه مقدار ذهنمو درش. اینا مثلا اینا ایراد نداره، ولی چیزایی هست که فعلا شما باید کنکور تو درست بدی بری، حالا ان شاء الله تو دانشگاه درست علتای دقیق‌ترشو میخونی. بله درست. ببخشید استاد یه سوال دیگه هم راجع به نمک داشتم، اینکه شما علت علمیشو میدونی که چرا نمک باعث میشه که آب همراهش باز جذب آبم زیاد بشه؟ خب آره دیگه، خب نمک فشار اسموزی رو میاره بالا دیگه.
به همین خاطر که آب بعد نمک فشار ده. تو دیشب غذا شور مثلا شب غذا شور بخوری چه اتفاق میفته؟ تشنت میشه دیگه. وقتی نمک زیاد بخوری خب تشنت، بعد آب بخوری دیگه. آب بخوری هش بخونت زیاد میشه، فشارت میره بالا. خیلی ممنون استاد، ممنونم، متشکرم. حالا بچه ها گردش خون دستگاه گوارش گوش کنید. دستگاه گردش خون دستگاه گوارش خوب دقت کنید. به این بچه ها خوب دقت کنید، این شکل رو، این شکل رو نکنید، این شکل رو صفحه 112 است، بیارید صفحه 114 میشه. این شکل رو صفحه به این بچه ها خونی که از آورس میاد، خونی که از آورس میاد، یه رگ وارد کجا میشه؟ یه رگ خون رو وارد سرخرگ کبد میکنه. یه رگ داریم برای سرخرگ کبدی. سرخرگ چی؟ کبدی. پس سرخرگ کبدی خون روشن رو از آورس میاره تو کبد. یه رگ بچه ها، یه رگ از اینجا خون رو وارد کجا میکنه؟